واقعیات زیادی در رابطه با قلبها، دلهایی را که رب العالمین در کنترل خودش درآورده در کلام خودش بیان میکنه. وقتی که مادر حضرت موسی علی نبینا علیه الصلاه و السلام به فرمان الله، به فرمان الله، به فرمان الله، مادر حضرت موسی علی نبینا علیه الصلاه و السلام به فرمان الله تعالی فرزند خود را به دریا می اندازد، دریایی که بنده و مخلوق رب العالمین فرزند را به دریا می اندازد، فرزند عزیزه و هیچ مادری نمی خواهد که فرزند خود را در جایی بذاره هلاک می شود و از بین می رود. وقتی میبینه در صندوق فرزندش قرار داره و آب دریا را میبره، از مادر دورش میکند، قلب مادر حضرت موسی علی نبینا علیه السلام به تکان در میآید و فورا میخواد اون چیزی که پنهان و راز در میان مادر حضرت موسی و رب العالمین مادر حضرت موسی میخواد بیان کنه و بگوید. الله تعالی میفرماید و ربطنا علی قلوبهم و اصبح فؤاد ام موسی فارغا. خوب توجه کن اینجا سروران، شما این شهر بله با این چیه نرو چیم منه مدنه اصلا صلوات دیم دهید هیچ کنی مزایر منه هیچ چی لازم نیسه. درود شریف بخانی، درود شریف بخانی، انشالله صدا من داخل مسجد بیرون مسجد کفایت می هست یا نه؟ هیچ اصلا. مادر حضرت موسی علی نبی را علیه السلام قرآن می فرماید و اصبح فؤاد ام موسی فارغا، قلب مادر حضرت موسی فارغ شد از چی؟ من کل شیء سوا ذکر موسی. همه چیز را مادر حضرت موسی فراموش کرد به غیر حضرت موسی، اون طفل معصومش که در دریا گذشته بود، حواسش به اون طفل بود و نزدیک بود که داد بزند. این کادت لتبدی بهی لولا ان ربطنا علی قلبها. الله تعالی می فرماید نزدیک بود که مادر موسی فریاد بزند فرزندم فرزندم، اگر من الله بر قلب مادر حضرت موسی رحمتم را قرار نمی دادم و نگهش نمی داشتم. قلب مادر حضرت موسی را که حفاظت می کند، وقتی قلب مادر حضرت موسی حفاظت می شود، زبانش کنترل می شه، بدون خواسته رب العالمین زبانی چیزی نمی گوید. این پیام قرآنه، وقتی دل کنترل می شود، زبان هم کنترل می شود. و الله تعالی مثال های بسیار زیادی را ذکر می کند. وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا الله ربنا رب السماوات والارض. جوانان که انقلاب آفرینند در مقابل سرسخت‌ترین دشمن که اراده اعدام و کشتن اونها را داره، چند تا از جوانان بلند میشن اعتقاد خود را بیان میکنند از جانب تهدید دشمن هست. الله تعالی می فرماید و ربطنا علی قلوبهم، من الله دل اونها را در اختیار خودم قرار دادم، قلبی را که خداوند متعال انتخاب کند. اون قلب قوی هست، شجاع هست، دلیره، قلبی که در حفاظت رب العالمین قرار بگیره، در عنایت رب العالمین قرار بگیره، به اون قلب ترس را پیدا نمی کند. فرعون وقتی که جادوگرها مسلمان میشن چه میگوید؟ شما را اعدام میکنم، بر درخت خرما میبندم، یک دست و یک پای شما را قطع میکنم. لا ویرا، میگن ضرری نیست، ما قلب را به رب العالمین دادیم. اینجا هست که دل ما وقتی که درست بشه و در حفاظت رب العالمین قرار بگیره، اون زمان هیچ چیز جلوش را نمیگیره.